سوال شماره ده میگه با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ بدید خب کدام ماده در گستر دمای کمتری به حالت مایع قرار داره بچه هر چقدر فاصله بین نقطه زوب و جوش کمتر باشه پس در گستر دمای کمتری به حالت مایع در میاد اگر نگاه کنید فاصله بین این و اینو نگاه کنید منفی 27 تا 38 این اختلافشون چقدر هستش میگم 7 اونجا 4 تا اینجا میشه به عبارت 11 منفی 83 تا 19 میشه هلوش 83 تا اینم جمع کنم در اصل این اختلاف به دست بیاد میشه حالا 20 تا بگه میشه 102 تا و این اختلاف که اصلا 800 تا این هلوش 700 خورده اختلافه 600 خوری اختلافه پس میگم آقا کدومشون در فاصله دمایی گستری دمایی کمتر بارت مایه است اونی که این اختلافه کمتر باشه یعنی در آ پس زیرا فاصله بین نقطه زوب و جوش آن کمتر هستش تو قسمت ب میگه نیروی جاذبه بین ذرات سازنده در کدام ماده قوی تره اونی که نقطه زوبش بیشتر باشه گونه ای که نقطه زوبش بیشتره اون موقع جاذبه هم جاذبه بین ذرات قویتر آقا کدومشون نقطه ذبشون بیشتره میگم سی بنابراین گزینه سی رو انتخاب کن بچه دقیقه شه هر چقدر جاذبتون قوی تر باشه اینا دیرتر هم رو ول میکنن سختتر هم دیگر ول کنن وقتی هم سختتر هم دیگر یعنی باید دمار برن بالاتر درست شد پس اونی که نقطه ذوب بیشتری داره میگم جاذبه‌ش هم قویتر هست سوال شماره 11 میدن نمودار زیر هر خط نشان دهنده یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز هستش با توجه به پرسش ها پاسخ بدید خب میگه بدون محاسبه ب... بدون محاسبه بیان کنید کدام سلول گالوانی میتواند بیشترین ولتاژ رو ایجاد کنه خب بچه اگر دقت داشته باشید هر چقدر که فاصله بین اون دوتا گونه ای که در سلول گالوانی قرار آنود کاتود بشن فاصلهشون هر چقدر بیشتر بشه میگم اختلاف ای بیشتر میشه اختلاف ای هم میشه همون ای سلول من پس گفته کدام سلول بیشترین ولتاژ ایجاد میکنه میگم اونی که پایین و اونی که بالاترینه یعنی بین آلمینیوم و مس درست شو. حالا چراشو می نویسم میگم هرچه اختلافی اینجا فاصله میان دو گونه تشکیل دهنده سلول گالوانی بیشتر باشد آنگاه اختلاف ای صفر آنها بیشتر بوده در نتیجه ای ام اف سلول که به صورت ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود می باشد نیز افزایش می این میشه پاسخش خب نیروی الکتروموتوری سلول گالوانی روی آلومینیوم خواسته بچه ها در جدولی که داریم گونه ای که پایین تر هستش در حکم آنوده گونه ای که بالاتر از اون قرار میگیره در حکم کاتوده برابری ای سلول رو بخوام به دست بیارم برای این آلومینیوم رویی که دارم میگم ای ام با ای کاتود منای ای آنود که کاتودم بین این دوتا آلمینیومو روی کاتود رویه میشه ایصفر زد ان منهای ایصفر آلمینیوم بنابراین مساوی میشه با ایصفرش روی رو اگه داشته باشم منفی 7فتش صدم منهای ایصفر منفی ی66 صدم خب منفی در منفی که میشه مثبت یک و شست منفی هفت و برابر میشه با نه دهم ده پس به صورت نه دهم ده ولت در میاد در قسمت پ میگه بین ذره های سی یو کدام یک کاهنده قوی تریه؟ آقا دقت داشته باش کاهنده قوی تر اونی هستش که دارای ای کمتری باشه پس میگم کاهنده قوی تر از بین این سه تا نگاه کنید نسبت به, به همدیگه پایینترینشون پایین کی هستش بین آهن بین روی و بین مس میگم روی نسبت به بین این روی پایین ترینه پس میشه کاهنده قوی تر پس چرا اینو اینجا می نویسم. بالا سرش ZN زیرا دارای ای کمتری می باشد این هم پاسخ قسمت په سوال شماره دوازده میگه به پرسش های زیر پاسخ بدید علت افزودن ماده شیمیه کلوردار به صابون ها رو بنویسید خب میگم جهت خاصیت ضد عفونی کنندگی و میکروب کشی به آب افزوده می شوه. در قصد ب میگه دو عامل موثر بر روی قدرت پاکانگی صابون خب اولا نوع صابون مقدار صابون دما نوع آب اینا از جمله عواملی هستن که میتونن روی قدرت پاکانگی تاثیر بذارن یک تفاوت در فرمول ساختاری صابون جامد با صابون مایه خب میگیم در صابون جامد اگر به جای کاتیون انعای مثبت قرار بگیرد میگم صابون به صورت جامده و اگر به جای کاتیون کای مثبت یا اناشار مثبت قرار بگیرد صابون مایه هستش ساختار صابون هم فراموش نکنی که بکشی یه همچین حالتی رو و اینجا COO او, او یه منفی حالا اینجا اون اکسه باشه X مثبت درست منظورم اون X مثبت کاتیونه که هاشا بنویس منظور از ایکس مثبت کاتیون است اینو بکش این توضیحات هم بنویس تا جواب کامل رو بنویسی و نمره کامل رو هم دریافت کنی سوال شماره 13 میگه با تعجب واکنش زیر به پرسش ها پاسخ بدید نام ترکیب آ رو بنویسید بچا ترکیب آ اگر مد نظرش این بوده باشه ترکیب آ اسمش پارا زایلن و اگر که این مد نظر بوده باشه ترفتالیک اسیده درست شد؟ اکسنده مناسب این واکنش میگم چی هستش؟ پوتاسیوم پرمنگنات قلیز به این صورت KMN O4 عدد اکسایش اتم کربن ستاره دار خب بچه ها کنید برای کربن ستاره یاد باشه عدد اکسایش مصاحی میشه با الکترون ظرفیت منهای الکترون سهمیش خب برای این کربن اگر هیدروژناشو باز کنم سه تا هیدروژن دارم الکترون ظرفیتش میشه چهار منهای بچه ها سهمش از اینجا دو الکترون پیوندیه سهمش از اینجا دو الکترون پیوندی سهمش از اینجا دورتون پیوندی و از اینجا یه دونه بنابراین دو چهار شیش هفت چهار منای هفت میشه منفی سه آقا چجوری سهمش رو فهمیدیم میگم اگه دقت کرده باشی تو بحث مربوط به عدد اکسایش ها باید خصلت نافلزی رو بلد باشیم به این صورت فون کلور S -C -H. اگر که نگاه کنی زمانی که F در کنار O قرار بگیره زورش بیشتر الکترون های پیوندی رو سهم خودش میکنه یا مثلا کربن کنار هیدروژن بشینه قدرت کربن برای کشیدن الکترون های پیوندی سمت خودش بیشتره الان با توجه به این نگاه کنید این کربن‌هایی هایی که دارم من مجدد توضیح میدم این کربن یه دونه اینجا هیدروژن داره یه دونه اینجا یه دونه اینجا سی, های سی دیگه بین این کربن و هیدروژن زور کی بیشتره میگم زور کربن پس این دوتا سهم کربن میشن بین این کربن و هیدروژن زور کی بیشتره میگم بازم کربن پس این دوتا هم برمی بین این دوتا زور کی بیشتره بازم کربن اما بچه‌ها اینجا کربن کربنه زور هر دو یکیه پس نصف میشه ببین هر پیوند دقت کن دو تا الکترونه پس این کربن این کربن زورشون یکیه پس یه دونه رو این میبره یه دونه رو یکی کربن میبره پس سهم سهم این کربن چند تا به عبارت الکترون شد میگم دو و 4 و 6 و یه دونه که دارم هفت سهمش پس میشه هفت ظرفش که کربن 4 4 منهای 7 میشه منفی 3 پس اتم سرتا داره دا به این صورت تو یکی نگاه کن بین این کربن این کربن زورشون یکیه پس یه دونه رو این کربن میبره بین این کربن و اکسیژن میگم زور اکسیژن بیشتره پس هیچ اینجا کربن نمیبره بین این کربن و اکسیژن زور اکسیژن بیشتره پس اینجا همش میشه سهم اکسیژن کربن چیزی نمیبره پس آقا میگم عدد اکسایش این چند میشه میگم ظرفیتش چهار کربن منهای سهمش فقط یه دونه شده چهار منهای یک میشه مثبت سه پس این شد منفی سه عدد اکسایشش اون شد مثبت سه عدد اکسایشش تعیین کنید انرژی فعال سازی این واکنش کم است یا زیاد بچه ها این مت کتاب درسیه تبدیل پارازایلن به ترفتوریک اسید دارای انرژی فعال سازی زیادی هستش بنابراین میگم این میره کنار میگم زیاده انرژی فعال سازی بالایی داره این تبدیل سوال شماره چهارده میگه آنتالپی فروپاشی شبکه بلوره LIBR و KABR به ترتیب 831 و 689 کیلوجور بر مول. که از اعداد زیرا توان به nA نسبت داد؟ خب بچه اگر نگاه کنید اومده برای یک بی آر داده چند؟ میگم داده 831. از طرفی اومده برای KBR داده چند؟ 689 و برای کیو خواسته برای به میگم ان ا بی رو خواسته خب اگر دقت کنی بچه ها، آنتالفی آنتالپی فروپاشی شبکه با بار یونها رابطه مستقیم با شعاع یونها رابطه عکس داره با توجه به اینکه یون های تشکیل دهنده الای مثبت بیار منفی کای مثبت بیار منفی و بعدیش ان آی مثبت بیار منفی بارها یکسانه بنابر این با توجه پس به یکسان بودن بار یونها بررسی شعاع یونی نشان میدهد خب میرم سراغ شعاع یونی بچه نگاه کنی الان ال آی بیار کا بیار و ان آ بیار بیارها ها تو همشون یکسانه پس روند مربوط به شعای توی لیتیوم و سودیوم و پوتاسیومه به این صورت هستش لیتیوم سودیوم اینا توی یه گروه دیگه پوتاسیوم در یه گروه اول هستن اگر دقت داشته باشید بچه از بالا به پایین شعای روندش افزایشیه پس از بالا به پایین شعای دیاد میشه بعد بررسی شعای نشان میدهد به این صورت کای مثبت بیشتر از به عبارتی ان آی مثبت و اونم بیشتر از به عبارتی ال آی مثبت می باشد بنابراین میتوان گفت بچا اونی که شعاش بیشتره آنتالپی فروپاشی شبکهش کمتر باید باشه دیگه آنتالپی فروپاشی ها آنتالپی فروپاشی شبکه به صورته بچه ها شعای بایدتر آنتل فور کمتر میشه یعنی میشه به این صورت دهانه ها بر میگرده کا و ال بیار ببینید اونی که کمترین شعا رو داره شبکه که داره تشکیل میده آنتل بیشتره میباشد از این مقایسه میتوان نتیجه گرفت که برای ان آبیار، آر نیا خب بچه عددش باید بزرگتر از کابیار، عددش چند داده برای کابیار؟ اینا 689 بعد از 689 بزرگتر باشه و از ال عددش کوچکتر باشه نتیجه گرفت که ان آبی باید بین این دوتا باشه که با این میتوان چه عددی بین این انتخاب کرد بچه بین 831 تا 689 830 تا 689 میگم کدوم هستش برابر با 750 برای میتوان گفت که آنتالپی فروپاشی شبکه ان آر را می توان 750 در نظر گرفت درست شد بنابراین 750 رو انتخاب بکنید سوال شماره 15 میگه تعادلی که داریم رو در نظر بگیرید با انجام هر یک تغییرات این تعادل به چه سمتی یا جهتی جابجا جا میشه و چرا خب افزایش حجم سامانه بچا افزایش حجم سامانه باعث کاهش فشار میگردد فشار چی میشه پس کم میشه با کاهش فشار تعادل طبق اصل شاتلیه طبق اصل لوشاتلیه تعادل از سمت مل گازی کمتر به سمت مل گازیه بیشتر جابجا جا می شود با توجه به واکنش خب بچه این نگاه کنید یک مول گازی دارم اینور یک و یک دو مول گازی دارم پس از کمتر به بیشتر یعنی در جهت رفت با توجه به واکنش تعادل در جهت رفت جابجا به جا می شود این قسمت اول در قسمت دوم یه وارد کردن مقدار گاز CL2 بعد به تعادلی که داریم میخوام CL2 اضافه کنیم خب میگم طبق اصل لوشاتلیه با افزودن CL2 تعادل در جهتی جا به جا میشود چه CL2 رو مصرف کند درست بنابراین بچه ها وقتی CL2 زیاد بشه در جهت چی؟ برگشت میگم بنابراین واکنش در جهت برگشت جابجا جا می شود به این صورت سوال شماره 16 میگه در مبدل کاتالیسی خودرو به پرسش های زیر پاسخ بدید به چه منظوری این قطعه برای خودروها نصب می شود میگم جهت کاهش یا حذف آلاینده ها میگه چرا بر افزایش کارایی این قطعه گاهی سرامیک رو به شکل مش یا دانه های ریز در میارن و کاتالیزگرا روی سطح اون میشنشونن بجاش زیرا با این کار سطح تماس رو افزایش میدن زیرا سطح تماس برخورد آلاینده ها با سرامیک به شکل مش افزایش میابد خب ببینید تعیین کنید هر از واکنش در مبادله کاتالیسی خودرو بنزینی انجام می یا دیزلی بچا ان NO به اضافه no او در حضور آمونیاک تبدیل شد به n دو به اضافه آب میگم در خودرو دیزلی رخ میداد و ان اوی که داره تجزیه میشه به ان دو و او دو در خودروی بنزینی رخ میده بنابراین میگم این هم به این صورت هستش سوال شماره 17 میگه شکل زیر رسانای ریتریکیه محلول یک مولار هیدروکلرکسید در مقایسه با محلول یک مولار هیدروفلوریک اسید نشان میده با تجربه به پرسش ها پاسخ بدید چرا رسانه که در محلول هیدروکولیک اسید بیشتر هستش بچا بحث رسانه میگه غلظت یون ها میگم چرا چون هیدروکلوریک اسید, اسید قویتری نسبت به چی هیدروفلوریک اسید چون شرایط دمایی یکسان غلظت هم یکسانه اسید قوی تر یون بیشتری در اختیار ما قرار میده پس میگم زیرا غلظت هاش مثبت در آن بیشتر است درست شو؟ میگه بدون محاسبه تغییر کنید پهاش کدام محلول کمتره بچه ها رابطه پهاش په با قلزده هاش مثبت عکسه اگر قرار بشه پهاش په محلول کمتر باشه قلزده هاش مثبت باید توش بیشتر باشه خب نگاه کن قلزده هاش مثبت اینجا به عبارتی این زیاده قلزده هاش مثبت داخل این میگم کمتره پس توی دوکوریک اسید که یک اسید قوی کاملا داره تبدیل میشه به هاش مثبت سیل منفی اما تو هاش افه که ضعیفه به صورت تعادلی هاش مثبت و ضعیف منفی میده پس غلظت هاش مثبت داخل های سیل بیشتر هستش درجه غلظت هاش مثبتش بیشتر باشه پی هاشش کمتره پس بدون محاسبه تعیین کنید پی هاش کدام محلول کمتره میگم آقا های سی ال. زیرا دارای غلظت هاش مثبت بیشتری است به بیش. کدام مورد یک یا دو رابطه بین ثابت تعادل این دو تا اسید رو به درستی نشون میده خب بچه‌ها نگاه کنید هاش اف و های سیل. خب اسید قوی تر داره کاه به واسطه بودتری هستش های اسیدی که کاملا یونش پیدا میکنه این به صورت تعادلی یونش پیدا میکنه بنابراین میگم آقا شماره یک قبوله کای های بیشتر از کای هاش گفته چرا زیرا اسید قوی تر دارای ثابت یونش بزرگتری خواهد بود این هم به این صورت سوال شماره 18 میگه در واکنش زی با محاسبه تغییر عدد اکسایش کدام گونه حالا گفته گونه اکسایش یافته رو تعیین کن خب به اتاقه تعیین عدد اکسایش بچه ها نها کنیم اکسایش این برابر با صفر داخل MNSO4 میگم منگنز با چه کاتیونی وجود داره میگم SO4 که دو منفیه پس می اومده اندیسه این حالا که نیومده پس منگنز من اینجا دوباره مثبت منگنز من دوباره مثبت بشه اکسایش میشه بارش میشه دو زمانی که اد اکسایش من داره زیاد میشه میگم گونه من داره اکسایش می پس این اکسایش می و برای بعدیش سی یو او اس اوچا میگم سی یو مثبت شرکت کرده این تو درسته پس اد اکسایش چند هستش میگم بارش که دوه اینجا چند در دکتای شش میگه اینجا صفره پس این صفر وقتی در اکسایش من کاهش پیدا کنه میگم گونه من کاهش یافته پس این کاهش یافت حالا من گفته با تغییر در دکتای کنم گونه اکسایش یافته میگم منگنز بنابراین من گنز اکسایش یافته سوال شماره 19 میگه با تجربه نمودارهای آ و B به پرسش ها پاسخ بدید کدام نمودار مربوط به یک واکنش گرماگیر هستش خب بچه ها نمودار گرماگیر سطح انرژی واکنش پایین باشه انرژی میگیره میره بالا پس گرماگیر از پایین میرم بالا کدومشون هستش میگم نمودار آ نمودار آ گرماگیر هستش چرا سطح انرژی فراوردم از سطح انرژی واکنش بالاتر بالاتره پس میگم زیرا سطح انرژی فراورده ها بیشتر از سطح انرژی واکنش دهنده هاست این هم به این صورت در قسمت ب میگه سرعت واکنش در کدام نمودار بیشتره اونی که انرژی فعالسازی کمتری داره خب اگه نگاه کنید انرژی فعالسازی میشه این مقدار انرژی فعالسازی این میشه این مقدار کدامشون کمتره میگم نمودار بی پس در کدام نمودار بیشتر است میگم بی زیرا دارای بی آیه, آیه کمتری هستش این